تو را سیوه الان اموشه مراشا غیرت یعقوب در آخر پاشای به علودخا در رابطه با میریام توضیح میده و تدبر میریام راشیزار صحبت میکنه که چون که میریام در ابتدا میاد در مورد مشربنو صحبت میکنه به خاطر همی اول اسمش آورده، در نتیجه میریام 7 روز مسورا میشه، برستار میشه، و در مقابلش اهرون کوهن که فقط گوش میده یه لحظه بوده که برستار میشه و بعدش خوب میشه. ریبی اودا لیو یه مبحثی مطرح میکنن که چجوری یه نفر میتونه، درسته میریام هم خودش نویا بوده ولی چطوری میتونسته پشت سر مشربنو صحبت کنه، لاشونها رو بگه. ریبی اودا لیو میگه که به خاطری که میریام یه دلیل محکم داشته. میریام داستانش برمیگرده به 80 سال قبل، موقعی که پدرش امرام بزرگ دوره بوده، رئیس سنهدرین بوده، از یوخوید مادرش جدا شده بوده به خاطر گزرایی که پرعو میکنه. پرعو میگه که هر پسری به دنیا میاد تو رودخونه نیل بندازن، بنابراین امرام از همسرش جدا میشه، از یوخوید. باوش که میریام اون موقع 6 سالش بوده ولی یه حالت نبوت بهش میاد، بار او اخقودش به پدرش اطلاع میده که یه کاری که شما میکنی از حکم پرعو هم بدتر هستش، و پدری صحبتهای دخترش رو میاره جلوی سنهدرین و همه متقاعد میشن و دوباره به همسراشون برمیگردن. موقعی که میریام نگاه میکنه از 80 سال پیش همینطور تو ذهنش هستش، الان که متوجه میشه مشه ربنو از همسرش جدا شده، پیش خودش میگه که نکنم و اشتباهی که پدر من داشته مشه ربنو هم داره. به خاطرم اینجا از او قضیه برگرفته میشه که بیاد صحبت کنه، بیونه که چجوریه، چرا اتفاق افتاده. حراف خافز فهیم میگن که وقتی که یه اتفاق میفته هشم میگه که مشربنو آناو میاد میکل هادام، از همه انسان ها متوازه تره. رب خافز خواهی میگن چطوری امکان داره که یه نفر که یه ملت اسرائیل از مصر خارج کنه و دریا شکافته میشه به زخوتش و تورا رو برای اسرائیل ها میاره، چجوری میتونه متوازه باشه؟ آیا مشربنو اطلاعی نداشته از بزرگی خودش؟ یه نفر اطلاع داره که من گیبر هستم، من پهلوانم، من اطلاع داره که خاخامه، اطلاع داره که ثروتمنده، چجوری میتونه متواضع باشه وقتی همه خصوصیتای خوب میبینه در وجودش؟ حالا خافز فهیم جواب میدن، میگن که مشربنو به درک رسیده بود که خدا از هر کسی بر طبق توانش توقع داره. یه آدمی که آدم ساده باشه هشم ازش توقعی نداره که مثل مشربنو باشه، ولی آدمی که درجات بالا هشم بهش میده در قبالش توقع بیشتری هم ازش داره. پس منهای مشربنو به درک رسیده بود که میتونست متواضع باشه، میدونست که خودش از همه بالاتره، نبوتش از همه بالاتره، ولی پیش خودش میگفتش که شاید یه آدمی که از من ساده تر باشه در حد توانش انجام داده باشه، ولی من نسبت به پتانسیلایی که هشم بهم داده، نسبت به لطفایی که من کرده و قدرتهای خودمو بالفعل انجام نده باشم، نتونسته باشم تمام قدرتم به کار ببندم، و در نتیجه اینجا بوده که مشربنو به درجه تواضع دست پیدا میکنه. یه سوالی که از آراف زیلبرشتین میپرسن در تو، یک یهودی که ایشون یه دختر خیلی خوب داشته و به سن ازدواج رسیده بوده، یه جوان یشیوا بهش پیشنهاد میدن، پدر این دختر تصمیم میگیره که به یشیوا زنگ بزنه به خاطر که در مورد این پسر جویا بشه، و زنگ میزنه یشیوا، از او بعد یه نفر گوشی رو بر میداره، میگه که ازت خواهش دارم، شما اعضای یشیوای فلانجا هستید؟ میگه بله. میگه ازت خواهش دارم یه نکته میخوام ازت بپرسم. میگه چی میخوای بپرسی؟ میگه که آیا شما یه جوان میشناسی؟ آیا خصلتاش میدونی چجوری هستش؟ عصبانی نمیشه؟ و آیا خصلت وترانوت داره؟ بخشنده هستش؟ بردبار هستش؟ چجوری هستش؟ ایشون هم میاد جواب میده، حالا ای کی بوده؟ ای خودش بوده، همون طرفی که میخواستن در موردش تحقیق کنن، اتفاقا از قضا اومده بوده تلفن رو برداشته بوده، و جواب میده، میگه که جوانی که شما در رابطه با این سوال میپرسید همه خصلت‌های خوب داره و بردباره، صبوره، گذشت داره، بخشنده هستش
و همه اینا هم خودش در مورد خودش داره میان میگه. بعدش میگه که خب چجوریه برای تفیلا، آیا همیشه تفیلای جماعتی میاتش برای تفیلای جماعتی، آیا به تفیلای جماعتی اهمیت میده؟ او قسمت های قبلیش واقعا همش درست بوده، یعنی دروغ نبوده، در مورد خودش میدونسته که این خصلت های خوب داره. وقتی ازش سوال میپرسه میگه تو تفیلای جماعتی میدونی جوون در رابطه باش، میخوام یه سوالی کنم، تفیلای جماعتی میاد؟ حالا این خیلی به تفیلای جماعتی اهمیت نمیداده، میگه که من هر موقعی که میام تفیلای جماعتی میبینم هستش، حالا من خبر ندارم همیشه باشه یا همیشه نباشه، ولی من هر موقع میام میبینم که نشسته داره تفیلا میخونه، هر موقع میام هستش. حالا بالاخره ایشون ازدواج میکنه و بعدن این سوال براش پیش میاد که این نکتهی که گفته بر طبق هلخا آیا اشکال داشته یا اشکال نداشته. راوزی بهشتا این جواب میدن، میگن که حتی اگر ایشون هیچ کلمه دروغی هم نگفته باشه، ولی به هر حال از ممنوعیت گنوت دعت یعنی دزدی فکر گذشته. و وقتی پدر میپرسه، پدر دختر پرسیده آیا تفلای جماعتی هستش، ایشون هم گفته هر موقع من میرم میبینم هستش، گنوت دعته یعنی دزدی فکره. داره به طرف میگه که ایشون همیشه هست، ولی واقعا اینجوری نبوده. بنابراین جز هفت نفری که اینا گناو هستن، در تو سفتا میگه هفت نفر اینا دوز خونده شدن و اولی اونها کسی هستش که فکر مردم میدوزه، یعنی یه جور دیگه وانمود میکنه. ریتبا میگه که حتی بالاتر از همه ایناه و سختر از همه اینا هستش. بنابراین هاراو میگن که تو که اومدی عرض زدی و الان راه تشوباش میخوای، راه حلش یه که ازی به بعد قبول کنی بر خودت، سخت بگیری و اهمیت بدی به تفیلا و هیچ وقت تأخیر نکنی و هر روز هم تفیلای جماعتی بیای، به خاطری که او پدری که اومده این سوال پرسیده آیا به تفیلای جماعتی اهمیت داده میشه یا نه، اصل برای آینده هستش، گذشته براش کمتر اهمیت داره. حالا درسته گذشته خیلی اهمیت نمیدادی، ولی حالا برای تیغون کار و این صحبتی که داشتی از این بعد خیلی به تفیلای جماعتی بیشتر اهمیت بده تا اینکه یه تیغونی باشه، اصلاحی باشه برای خطایی که انجام دادی.